اولین روز هفته شنبه 21 اسفند ماه در تالار رودکی از استاد مرتضی نیداوود تجلیل شد و در مراسم بزرگداشت استاد مرتضی نیداوود که قطعاتی از آهنگهای ایشون اجرا شد خودشون شرکت داشتند و قطعاتی رو اجرا کردند. من به منزل ایشون اومدم و در خدمتشون هستم و پای صحبت ایشون میشینم و ازشون خواهش میکنم قبلا مختصری از خودشون صحبت کنن. من به مرتضی نیداوود هستم و در 78 سال پیش در تهران متولد شدم. عرض کنم که بودم در سن در حدود 6 سال پدر من یک وضعیتی پیش آمد که دید من خیلی استعداد غیر عادی دارم روی موسیقی. بنده رو با سن خیلی بچگی 6 ساله که هیچ جای حساب نمیتونه باشه بنده رو بردن خدمت مرحوم آرسن قولی. اونجا در محضرشون استفاده میکردم و درس میگرفتم. چندین سال باش کردم تا دوره های مرحوم آرسن قولی رو تمام کردم. دوره هایی که تمام شد به پدرم گفتن که مرتضی رو ببر خدمت مرحوم درویش خان. پدرم هم اینو پسندید این حرف و بنده رو بردن خدمت مرحوم درویش خان. چندین سالم اونجا بودم و مشق میکردم شیخ درویش خان و اونجا خیلی هم سنم کم بود و هم هوش و عجیبی روی موسیقی فقط داشتم. خیلی شاگرداش دوستان داشتن، همیشه با شوخی میکردن میگفتن من مشقمو بهتر یاد گرفتم یا تو مشق منو بهتر یاد گرفتی. میگفتن که من بهتر یاد گرفتم مشق شما رو، بهتر و تمیزتر میتونم بزنم. این مدت ها این سوال شاگردها میکردن و میرفتن، منم جوابی نمیدادم و میرفتن شاگرد. یه روز درویش خان پرسید مرتضی این شاگردها چی به تو میگن، تو چی به اینا جواب میدی؟ گفتم میگم من بهتر یاد گرفتم در سما یا تو بهتر یاد گرفتی. گفتن که خب تو چی جواب میدی، من چیز نمیفهمم خوب. گفتم بهشون میگم من بهتر یاد گرفتم. گفت به همه اینا میگی من بهتر یاد گرفتم؟ گفتم بله بابا من اینطوره. این تمام شد. یه مدت گذشت، مرحوم درویش خان یه چیز تازه ای ساختن. اولا بهترین آهنگساز مملکت ما بود درویش خان، واقعا آهنگای بی نهایت همه شالان اجرا میشه در لالی ایران. یه چیز تازه ای ساختن و مشق دادن به بنده. فرمودن بیا بزن ببینم چطور تو این مشقها رو همه رو بهتر. نشستم زدم، خیلی تعجب کرد درویش خان. این تازه بود، هیچ سابقه ای نداشت. این مدت بود و بعد درویش خان از اون به بعد خیلی به بنده لطف داشتن، خیلی دوستان داشتن، خیلی برام وضعیتی احترامی چیز قائل بودن. و تا بعدها که مرحوم درویش خان یه قدری سنشون که زیاد شد یه قسمتی از کلاسشون رو به بنده واگذار کردن. بعد از ظهرها که از مدرسه بنده می آمدم می رفتم کلاس درویش خان، شاگرداشون رو حاضر می کردم، گاهی بهشون مشق می دادم، گاهی استاد نمی تونست کلاس حاضر بشه، من اونجا می رفتم این کارهاشون رو می کردم، کارهای کلاسشون و شاگرداشون. این مدت هم چیز شد تا
محمود درویشخان فوت کرد. وقتی فوت کرد آخت درویشخان پسر نداشت که نامش بد بمونه، دو تا دختر داشت، یکشم همون وقتا فوت کرد. بنده رفتم وزارت فرهنگ تقاضای مدرسه کردم، به بنده اجازه دادن که مدرسه داشته باشم و رفتم خیابان فردوسی توی کوچه بختیاری ها، اون وقت میگفتن حالا میگن که کوچه بانک، حالا هم هست اونجا، از کنم اونجا بودم. سالها اونجا مدرسه داشتم که یکی از شاگردهای این مدرسه قمرالملوک وزیریه، صداش فوق العاده خوب بود و اومد اونجا یه چیزهای یاد گرفت که قمرالملوک شد که همه واقعا تمام دنیا گیر شد. بله. نمیشه گفت مملکت ما. خب میخوام استاد خواهش کنم از آهنگهایی که ساختید اسم ببرید، هرچند که همه اونها معروف هستند و جاودانه در موسیقی ایرانی خواهد موند. بله بله، آهنگ رو من خیلی ساختم. مرغ سحر خیلی معروف شد، شاه من ماه من خیلی معروف شد، آتشی بر سینه دارم جاودانی اون معروف خیلی معروف شد، مرغ حق اونم منر ملوک خون تو رادیو، اون این هایی که خیلی معروف شد و کن اینا هستن، ولی خیلی زیاد هستن. Thank you.
کارهای ارزندهی که شما کردید و جاودان خواهد موند این است که ردیف‌های موسیقی ایرانی رو شما با تار زدید و در آرشیو رادیو ایران موجود هست که اینها سند ارزندهی است برای موسیقی ایرانی که همکنون و بعدها همه آهنگسازان و استادان موسیقی استناد میکنند به این اسناد. شکرم قربان. بله این کار بنده کردم قربان و افتخاری که برای خودم قائل هستم و راضی بودن خودم از خودم فقط این کاره که من با این سن این کاری کردم. موسیقی ما نمیتونه دیگه پایمال بدخواهان باشه. اینا هست، همیشه هست. اگر من مردم خاطر جمع هستم که این موسیقی بمیر نیست، این جاودان همیشه هست. از کلدم دلم فقط خوشی که برای مملکتم این کاری کردم. صحیح. استاد اشاره کردید به موسیقی ایرانی، میخوام خواهش کنم در این مورد بیشتر صحبت کنید که موسیقی ایرانی به نظر شما الان در چه وضعیتی هست؟ موسیقی اصیل ایرانی. والا این قربان از چند نفر گذشته از سایرشون خیلی بنده راضی نیستم. یعنی افرادی که دست اندر کار موسیقی هستند یا آهنگساز هستند یا نوازنده یا خواننده. از یه عده البته اونا خیلی خیلی خوبن، خیلی خیلی خوب. راجع به موسیقی روز چی میگین؟ تصدیفا خوبن بابا. بنده این ناراضی از جازی ها هستم بابا. از موسیقی روز تصدیفا رو خوب میسازن توی شکل ایرانیه از کنم که اونا خوبه، خیلی خیلی خوبه. مخصوصا چند نفر که واقعا خوبه. جازی ها بابن خیلی بیبند و بارن. خیلی. از جاز خوشتون نمیاد؟ از جاز خوشم میاد خوب. ولی نه این جاز. بله این قاطیه، نمیشه گفت ایرانیه، نمیشه گفت فرنگیه، نمیشه گفت هندیه، نمیشه گفت عربیه، هیچ. خب این هر چیز قربانی یه شاخه، یه ریشه، یه جایی بایست داشته باشه. من همینطور هستم، نهستم نیست. بایست یه جای معینی باشه. خدا رو شاهد میگیرم بعضیاش نه ایرانیه، نه عربیه، نه افغانیه، هیچی، نه اروپاییه، نه امریکاییه. یعنی چی؟ درست نیستی؟ خب استاد از شب یک شنبه بگید، شنبه شب. بله که بابا. مراسم بزرگداشت شما در تالار رودکی بود. بله بابا. بنده قربان چون سنم خیلی زیاده و چیزهایی دیدم روی موسیقی تو این مملکت، یکیش عرض کنم خدمتون. مثلا یک نفر دیگه یا کمانچه، اون روز هاست کمانچه زیاد بود و تار، کمانچه یا تار دستش بود، از خیابون می اومد رد بشه سازشو می شکستن، اینقدر خودشو می زدن که اغلب شاید اکثر منجر به مریض خانه و به بدبختی و به بیچارگی می رسید. ساز می زدید آقا، والا خجالت می کشم بگم که من ساز می زدم. ناراحت بودن، خیلی خیلی بد بود، پست می شمارن. اگر تو یه مجلسی بود جرأت نمی کرد اصلا اظهار حیات بکنه. ولی امروز بنده رو بودن آقا با اون وضعیت بی نهایت راضی هستم، خیلی خیلی راضیم، بی نهایت از همه راضیم. استاد مرتضی نیداوود براتون طول عمر آرزو میکنم و امیدوارم که سالهای سال زنده باشید و از ساز شما و از پنجه شیرین شما و از اطلاعات وسیع شما در زمینه موسیقی ایرانی ما استفاده کنیم. میخوام ازتون خواهش کنم که در سن 78 سالگی که هنوز هم پنجه شیرینی دارید برای شنونده های ما قطعی اجرا بفرمایید. اطاعت میکنم بابا.
Thank you.